برید فقط نوکری اهل بیتون. اگه میخواید خیر دنیا و آخرت رو ببینید، بچسبید به اهل بیت. آقا علمی بهش رسیدم، تجربی بهش رسیدم، هر کاری میکنم دوباره برمیگردم در خونه این بزرگواران. آبرو میخواید برید در خونهشون، دنیا میخواید برید در خونهشون، زندگی خوب میخواید برید در خونهشون، آخرت میخواید برید در خونهشون، نیست، نیست، جای دیگه پیدا نمیشه. وقت خودتو تلف نکن. هر کیم با این خاندان در بیفته برمیفته. دختره توییت زده بود دیگه که تا سال دیگه محرم و شماها نمیبینید، بعدش ما به قدرت میرسیم یه جاهای مشخصی براتون قرار میدیم، ببخشید زبونم لال، برید اونجا عزاداری کنید، ار کنید. همینجوری نوشته بود. خودش محرم امسالو ندید، گرفتنش، لو رفت کیه، دستگیر شد. رضا خان موند، با امام حسین در افتاد، عزاداری عبدالله جمع کرد. یا دوماد صدام حسین کامل وایستاد جلو بین الحرمین، جلو قبر امام حسین، خمپارا توپا رو میزد به حرم، گفت انا الحسین و انت الحسین، اسمم حسین بود دیگه، گفت من حسینم تو هم حسینی، میزنم بگیر. آقا چند وقت نگذشت صدام به این بدبین شد، به دوماد خودش که مذاکرات هسته‌ایشو انجام میداد. آخرین صحنه‌ای که این آدم دید کف پوتین نیروهای ویژه صدام بود، همچین زنده خرخرهشو بریدن که نگو. از تو زری هوا عبدالله که انهو صدا میمد، من حسینم تو هم حسینی، این دفعه من میزنم تو بگیر. چی مون با امام حسین در افتاد؟ ایشکی اصلا آقا بمب اتم امام حسینه. عربین ببین چیز نجاتمون داده. دریابید اهل بیتو، قدیر، بعدش محرم، عشق کنی به پیرهن مشکی امام حسین، پرچمت باشه، با این مشکی بیا بیرون، اصلا برای حسینه، شهر باید بریزه به هم، جلو تک تک در خونه باید پرچم مشکی باشه. بابا بیاید نذر کنید، آقا پیشنهاد میدم بیاید نذر کنید توی کوچه‌های میلار، جوش بدید برید از صاحبخونه اجازه بگیرید، بگید آقا ما اینجا براتون نصب میکنیم، این پرچم هم هدیه میدیم بهت، هر سال خودت بزن بردار، نه برات نگه میداریم، هر سال میایم میزنیم برمیداریم. شهر روز بریزید به هم، تو قدیر تو جشن بریزید به هم، تو عاشورا تو عزای عبدالله بریزید به هم، یه کاری کنید یه نفر بگید چه خبر شده، یک قرون خرج امیرالمومنین بکنید تو قدیر، وایستید صد برابرشو بگیرید، وایستید امتحان کنید، اما خرج امیرالمومنین کنید، خرج علی و اولادش بکنید.